خب قول و قرارهایی دادن، نه در واقع در تشکیل دولت، از قبل تشکیل دولت این مسائل به صورت شعاری و نمادین در بالاترین سطح به گوش مردم رسید و این شعارها شعارهای خوبی بود، شعارهای خداپسندانه بود. خب مثلا چند میلیون مسکن و این شرایط، امروز ما به عنوان جایگاه و شأن نظارتی میگیم واقعا محقق نشد. چرا نشد؟ خب خود شخص آقای رئیس جمهور منتخب مردم باید بیان و گزارش در واقع کامل و گزارش صادقانه اعلام کنن، هیچ عیبی هم نداره. بیان بگن آقا فرض مثال ما انجام دادیم، اینم اسنادش، یا نه بیان بگن انجام ندادیم، هیچی از صداقت بالاتر نیست. و چرا نتونستیم انجام بدیم؟ من اینو به همه دولت مردا دارم میگم، هیچی از راستی و درستی بهتر نیست، هیچی از صداقت بهتر نیست. من به جای آقای رئیسی بودم می اومدم تو این صحنه علنی می گفتم به این دلیل ما نتونستیم این شعاری که دادیم عملیش کنیم. مسکن امروز بدترین شرایطو، نمیگم همپای معیشت یعنی سفره مردم مظلوم، همپایه حداقل به موازات این، نمیگم بالاتر از سفره نون مردم، بالا حداقل به موازات سفره خاری مردم کمرشکنه. بحث اجاره مسکن، بحث ما الان شعار ما برای ازدیاد جمعیت گوش فلک رو کر کرد. اولین مؤلفه در واقع تشکیل خانواده، ازدواج، فرزندآوری، اولین مؤلفه چیه؟ یک سرپناه دیگه. پس خواهشن شعار ندیم، شعار ممنوع. من خادم ملت، من خدمتگزار، من وکیل، من نوکر مردم میگم شعار ممنوع. شعاری که نمیتونید عملی کنید بیشتر آسیب میزنه، نه فقط به ملت، به خودتونم آسیب میزنه. الانم پیشنهاد میدم آقای رئیس جمهور بیا نه فقط در موضوع مسکن، در تمام موضوعات. امروز به نظر من موضوع ارشاد و مسائلی از این دست که من 2 سال پیش پشت تریبون یه تذکر دادم